دهمین روز دی ماه برابر با 30 دسامبر سال 1300 خورشیدی برابر با 1921 میلادی، عضویت ایران در جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول. سرانجام مجلس شورای ملی عضویت ایران در جامعه ملل را تصویب کرد. جامعه ملل یک سازمان بین المللی بود که در نتیجه امضای عهدنامه ورسای تأسیس شد و تا زمان وقوع جنگ جهانی دوم مهمترین نهاد بین المللی به شمار می آمد. پس از خاتمه جنگ جهانی اول، نمایندگان 32 کشور جهان جهت برقراری ساختاری بین المللی در ژنو گرد هم آمدند تا یک سازمان بین المللی جهان شمول به عنوان پارلمان جهانی تأسیس کنند. ابتکار تشکیل چنین سازمانی از وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا بود، اگرچه آمریکا هرگز عضو آن نشد. کمیته متشکل از نمایندگان دولت‌های شرکت کننده در کنفرانس صلح ورسای به منظور فراهم آوردن زمینه تأسیس جامعه ملل گرد هم آمده بودند. این کمیته تصمیم گرفته بود ابتدا تأسیس جامعه ملل را اعلام نماید و سپس به بررسی موضوعات مربوط به فعال کردن این سازمان بین المللی بپردازد. در چنین شرایطی بود که عهدنامه صلح ورسای به امضای دول شرکت کننده در کنفرانس رسید و لازم الاجرا گردید. سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی، شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. در پی ناکامی دولت ارتش بود غلام رضا ازهاری در آرامسازی فضای ایران، محمد رضا شاه پهلوی شاپور بختیار را که یکی از چهره‌های فعال ملی به شمار می‌آمد و چندی هم به دلیل مخالفت با دولت در زندان به سر برده بود را پس از آزادی از حبس به عنوان نخست وزیر وقت برگزید. سال 1326 خورشیدی برابر با 1947 میلادی، در گذشت آلفرد وایت هد، فیلسوف و ریاضیدان معروف انگلیسی که پس از طی تحصیلاتش به تدریس فلسفه و ریاضی در دانشگاه‌های انگلیس و آمریکا مشغول شد و کتاب‌هایی درباره ریاضیات نگاشت. وایت هد برخلاف سال‌های جوانی که بیشتر به ریاضی تمایل داشت، در سنین پایانی عمر خود به فلسفه روی آورد و به آن پرداخت. از آنجا که وایت هد از یک خاندان روحانی بود، بیشتر به جنبه معنوی دنیا اهمیت میداد تا جنبه مادی آن. وی مخالف هر گونه دوگانگی میان روح و ماده، خدا و جهان، دین و علم، واقع گرایی و خیال پردازی بود و در راه آشتی دادن و سازگاری میان این اجزای ناسازگار تلاش میکرد. وایت هد اعلام داشت که سراسر جهان فرایندی مستمر از اعمال متقابل است. در حقیقت وی در تکثیر ظاهری اشیا وحدت اساسی آنها را مشاهده می کرد. آلفرد نورس وایت هد در سن 86 سالگی درگذشت.